یه جای مکان مشخصی بود، همیشه خودم بالاخره کار انجام میدادم میرفتم، اما اینجا جایی بود که باید خودم هم وای میستادم. و این که میگه به عواقبش فکر کرده بودی، بارها این مسئله سوال ذهنیم بود که همیشه مانو کرده بودم که بالاخره یه تصمیم رو گرفته بودم که این کار رو انجام بدم. اون فضام بالاخره یک فراخان سازمان داده بود سر 18 قیام سالگرد قیام 78. بالاخره منم همه اون فعالیت ها تو ذهنم یک کمبودی احساس میکردم که بالاخره یه چیزی رو نفی میکنی باید یه چیزی رو جاش بذاری اثباتش بکنی. این خیلی ذهنم رو میگرفت. بعد این انگیزم رو گرفتم و که سر این داستان رفتم. لحظات ترسم داشتم چون اون صحنه‌ای نبود که بتونی ازش چیز بکنی در بری، چون مامورا اونجا ریخته بودن و نمیتونستی، مثلا فضایی نبود که مثلا بخوام مثلا یه کاری بکنم و مثلا از اونجا برم. دقیقا چه روزی بود؟ دقیقا 21 تیر 84 بود که این کار شد. خب بعد گفتی که قبلش به عواقبش هم فکر کردی و با پذیرش همه خطرات و ریسک‌ها تصمیم گرفتی که این کارو بکنی. خب حالا برای ما بگو که چطوری اصلا این کارو انجام دادی؟ یعنی مثلا از قبل یک طراحی خاصی داشتی؟ یعنی که نه همونجوری در صحنه و در اون فضا خلاصه پیرهن زدی بالا و عکس رهبری مقاومت رو بلند کردی؟ حقیقتش میشه گفت یه طرح کار شده من و دوستان بود. یعنی قبل از 18 تیر ما با دوستان رفتیم اونجا، محل و اطراف دانشگاه رو چک کردیم، راه‌های ورود خروج و یا مکانایی که بشه مردم جمع بشن و تجمع رو شکل داد. یعنی تجربه رو ما در آورده بودیم که مثلا بخوایم این سازماندهی رو مجدد بکنیم باید این بتونیم مثل سال قبل برگزار بکنیم.